بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز، امانت داران امانت بزرگ و ارزشمند ملی و اسلامی. از شروع عرایض کوتاهی که در این زمینه خواهم داشت، لازم است اشاره ای بکنم به یک حادثه تلخی که این روزها اتفاق افتاد، که هم خود حادثه تلخ بود، هم حاکی از دستهای پشت پرده زیادی بود، و اون حادثه تخریب قبر صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه، و اهانت به این بزرگوار بود، پیکر این بزرگوار. از جهاتی این قضیه تلخ است، خود اهانت به یک صحابی که از بزرگان اصحاب پیغمبر است و از حواریین امیرالمؤمنین علیه السلام است و شهید در راه خداست، اهانت به یک عنصر اینچنینی، قبر او رو بعد از 1400 سال بشکافن، جسد مطهر او رو بیرون بیارن و مورد اهانت قرار بدن، خود این یک حادثه بسیار تلخ و غم‌انگیز است. در کنار این تلخی دیگری که وجود دارد این است که در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مونده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانن، کفر بدانن. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اگر اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردند، اگر جرأت می‌کردند قبر مطهر پیغمبر را هم ویران می‌کردند، با خاک یکسان می‌کردند. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسانهای بداندیشی، احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند و این رو جزء وظایف دینی بشمارند. در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردند، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. عرض کردم در از هند، از شرق اسلام، جغرافیای اسلام، تا غرب دنیا، جغرافیای اسلام علیه اینا بسیج شدند. اینها به عنوانی که این پرستش رفتن سر قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال
و طلب رحمت کردن برای خود در اون فضای معنوی و روحانی، اینا شرکه؟ شرک این است که انسان بشود ابزار دست سیاست‌های اینتلیجنس انگلیس و CIA آمریکا و دل مسلمانان رو غمدار کند، آزرده کند با این اعمال. اینا شرکه. اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل طواغیت زنده رو اینها شرک نمیدانن، احترام بزرگان رو شرک میدونن. این خود این یک مصیبتی است، جریان تکفیری خبیث که امروز در دنیای اسلام به برکت برخی از منابع مادی، پول و امکانات هم در اختیار دارن متاسفانه. این یکی از مصائب اسلام اینه. به حمد الله هم شیعیان در هر نقطه‌ای که بودن، چه در اینجا، چه در عراق، چه در پاکستان، چه در هر نقطه‌ای از نقاطی که شیعیان با این قضیه این چند روز مواجه شدن، نشون دادن که دارای رشد فکری اند. دشمن میخواهد با این کار آتش نزاع‌های شیعه و سنی رو تقویت کنه، لکن جامعه بزرگ شیعی، خانواده بزرگ پیروان اهل بیت نشان دادن که فریب این بازی رو نمیخورن. برادران اهل سنت هم در بسیاری از نقاط این کار رو محکوم کردن. اونها هم آگاهی و بینش خود رو نشان دادن و این باید ادامه پیدا کند. این از اون قضایایی نیست که دو روز، سه روز، پنج روز، یک هفته یه سرصدایی در دنیا درست کند بعد رها بشه. اینا اگر چنانچه به وسیله مسلمانها به طور کامل محکوم نشن و بزرگان علمی و بزرگان روشنفکری و بزرگان سیاسی وظیفه خودشون رو در مقابل اینها انجام ندن، این فتنه ها به اینجاها منحصر نمیمانه. بلایی است به جان جامعه اسلامی میافتد و روز به روز این آتش توسعه پیدا میکنه. باید جلوش رو بگیرن، چه از طرق سیاسی، چه از طرق فتواهای دینی، چه از طرق مقاله های روشنگر نویسندگان و روشنفکران و زبدگان نخبگان فکری و سیاسی در دنیا. این هم این نکته است. و توجه به این که این کارها درش دستهای پنهان دشمن نشانه های خودش رو نمایان داره میکنه، یعنی چیزی نیست که انسان بتوانه ندیده بگیره این رو. اونهایی که برای تخریب یک اثر باستانی عزا میگیرند در دنیا و هیاهو میکنند، در مقابل این پدیده سکوت کردند. چه سازمانهای بین المللی، چه شخصیتهای بین المللی، چه سیاسیونی که از این کوردلها دارن حمایت میکنند، این نشان دهنده این است که در قضیه داخلند، دستها رو نشان میده. به هر حال این یه حادثه‌ای بود و ان ربک لبالمرصاد. اینو بدانید، خدای متعال میفرماید انهم یکید و کیدا و اکید و کیدا. اونها مکر میبرزند اما مکر الهی بر مکر اونها قطعا غالب خواهد شد و خواهد توانست این جریانی را که میخواهد در راه اتحاد امت اسلامی و پیشرفت امت اسلامی سنگ اندازی کند، این جریان را متوقف خواهد کرد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.